کن آقا جون. میدونم نوبت من. بله نوبت شو. دستو برد. بفهم. نه. نه تو بزن. آره. بزن. منم. این چکشی رو داشته؟ نه. نه. دو پرتاب بزن. دو پرتاب. نه. نه. نمیری. شما. بگی قنده تو بینم. آه این دوتا منم. دوتا شما. بله بله. آه. نخورد منم. پس چرا من یکی دارم؟ منم. زدم. خیلی خوب حالا. زدم. بردم. سلام سپهری. سلام سپهری. بشین. بشین. بعد باش. من بردم آقا. من بردم. این چیه؟ چیه؟ بازی میکردین؟ نه بابا کار میکنیم بابا بازی اداره جای بازی هایی بازی داشتیم کردیم اداره کارمون هایی نه چیه پر؟ نه چیه پر؟ بندون نبود امروز بندار رو ریختم بگیم چایی بخواهم بخورم دیگه پخ شده اینجا سبزی پلو ماهی شبه ایدا مدست لخمه میخوام یه دونه این ماهی ها رو براتون آقا سپر به سبک برره ای درست بکنم مگه تو آشپزی هم بلدی؟ نه بابا هر انگشت من یه هنر در بکنم آره خب آقا کارتو هم نداره فهم نداره انگر من میدونم چه بیاد من بردم من بردم منم یه جوری منم صبر کن زدم خیلی خوب خورد دست من برگشت خورد به قند صبر کن اون بره نوبت اون بره منم اون قند سعید من میزنی یه به من میزنی خیلی خوب منم شو بدونه این چی معلوم نکن نوبت اونه میگم چه خبر آقا سلام بابا اینجا اداره است سلام بهش بی تربیت ها پس من بی چی کار میکنی اینجا اصلا معلوم هست؟ نه میخواست من بده چطوری داوود جان حالت خوبه؟ قربون شما قشنگ آخه کارو تو بکن خوب داوود جان ازت خیلی ممنون و متشکرم یه ماه اضافه حقوق بله این ماه داووده دست شما درد نکنه بسیار ممنون دیشب سامان از آلمان دو مرتبه برگشت بله عرضم به حضور شما که این آقا داوود یک کار زیبایی کرد آقا خودشو رسون رو باند فرودگاه بعد همین جوری وایساد ما از دور نگاه میکردیم این هواپیما اومد دماغ به دماغ با داوود وایسا من لذت بردم بعد شروع کرد اون شعر خون آقا سامان اومده از شهر آلمان اومده من لذت بردم این برای اون بود بعد شما یه کار دیگه هم کردی از دست یه گوسفند برده بیدم قربونی کنیم جلو پا آقا سامان برده بیدیم رو باند فرودگاه همرا باند فرودگاه اومده بیدن نذاشتن ما بکشیم خون وریزیم جلو پای آقا سامان ضبط بکردن باری کرده بسیار کار خوبی کرد خیلی نامردی که منو خبر نکرد خیلی تنه نامردی حالا پوزت خورد حالا من تصمیم دارم که این سامان این چند روزی که اومده مرسی داو جان این چند روزی که اومده ببرمش یک مقداری دور ایرانو بگرده شیراز اصفهان قربان عزیزم چرا نمیارینشون برره؟ مگه شما داریم میریم برره؟ ما میریم تا پنجم فروردین برره این شما هم تا قبل از برگشت ما تشبیه بیارید پاتونو بذارید روی این قده هیپوفیز من اینجا شما بهار برره رو ندیده بیدید شما نمیدونستید اون شکوفه های نخود چه بوی خودش در بکنه اصلا این قناری ها براره که چهچهه بزنن حالتون دگرگون بشه اون رودخونه برابر که دیگه چی چی بگو شما تشریف برید اونجا تشریف بیارید منزل خود ما حالا ببینم دیگه چه خبر میدید حالا ببینم چی میشه کیفت دارم جبه ماسکه میکنم قرار شد بسرش بیارید منزل ما حالا یه فکری میکنم قربان معذرت میخوام تا اونجا منزل ما هست شما میخواید برید خراب شده یه
اینا؟ بالاخره حالا دیگه آخه زواقه شغال اینا جای زندگی شما باید تشریف برید منظوم خونه بیاد منزل ما رئیس مگمه بذارم مگمه با نگرین چه دست دو بکن طرف رئیس رو نگیر دیگه مگرین که از رو جنازه نرد بشی رئیس نیاد خونه اگه لازم باشه هر رو جنازت رد میشم مگرین که هر رو جنازه نرد آقا خجالت بکشین بازم هر رو جنازه دومت هم رد میشم آقا خجالت آقا اجازه بده آقا اجازه بده آقا اجازه بده دابو جان فرا جان اجازه ببینید من به سامان قول دادم میبرم این شیراز و اصفهان پنجم برج که برگشتم پنجم عید حتما میام ادیانی شما خیالتون راحت باشه من یه عرضی خدمتتون داشتم چیز فراموش نکردید شما باری کلا خوب شد داوود جان یادم آورد داوود جان قول داده در ایام عید تکالیف بچه خواهر من همه رو انجام بده تکالیف نوروزی شد قربونک عرضم بزرگ شما چقدر این بچه وزیر به شناسه خیلی حالا داوود جان ببین این داشتا تموم شده رئیس آقا ببین این ما داوود جان معذرت میخوام از بس امسال ما پاداش دادیم تشویق کردیم تنبیه کردیم همه کاغذامو تموم کردیم اینه که سال بعد باید بیشتر سفارش بدیم شما اینه بی زحمت به من فرا جان بده بیا 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 بعدن بعدن حالا بعدن بیا بگیرم خدا حافظ مانگیارو بده من سوخته بیان سوخته یه چیزی سوخته در رو رنگ زدن رنگی نشین حواستون باشه بابا در رنگی نشین بابا چطوری بچه ها؟ سرحالی؟ خب بهاره بهار طبیعت ها این بیل منم داره میره سر کار اصلی خودش دیگه دقیقه دیگه ما رو بیل مال نمکنید نه بابا چرا بیل مال کنم مرض دارم مگر کارهای مهمتری دارم فردا یه سری گل قراره بیای تو باغچه بکارم بابا بابا چه کار خوبی وقتی که برگردیم همه اینجا پر گله بله پر گلا نیشو تا ببن حالا تاوران راستی من تا یادم نرفته تو چرا نمیام بابا بریم براره خوش میگذره بابا بله راست من حالا بابا من بدم نمیامد که بیام براره براره یا رو از نزدیک ببینم ببینم چه خبره اونجا مخصوصا خیلی دوست داشتم که براره یا رو از در بیل بگذارونم یک تعدادش رو ببینم چه مزهی داره بابا ولی من بهار تهران رو خیلی دوست دارم اصلا عیدش تهران یک شهر دیگه ایگه بدون دود، بدون آلودگی، بدون ترافیک، بدون برره‌ای صفا خلاصه بابا خیلی بد شد که تشریف نمیاری جاتون خیلی خالیه اونجا برادرزاده منم قراره بیاد یک سری به من بزنه بابا باید باشم نمیشه دیگه راستی طغرل تا یادم نرفته امشب سبزی پلو ماهی پلو ماهی یا باشه بابا بزن ببخشید آقایون چرا؟ من مدتیه که دیگه شما رو نمیتونم ببینم بابا یک خدافظی گرم و صمیمانه بکنم بابا این چیزی میکنیم بسیار کار شاعرانه‌ای میکنم سلام خوبی سر بجم میکنی؟ آره وای سده انقدر خوشحالم تو حساب کنم بعد از مدت ها دارم میرم برره وای دلم برای جنگل و شکوفای نخود سنگ زدم به گربه های ذره شده سخه خونه داری میچرد تو به گربه سنگ میزنی؟ آره خونه رو بگیر تیرکمون کشی داری؟ نه با دست من وزید خب من برای تیرکمون کشی درست کنم یه گربه سالم تو برره نمیذاری جدن؟ نه خونه داره میچرخه داشت فرها چرخش دره
داونه شما حالتون خوش نبید داشتیم برفتیم برره؟ نه اینا تغرول یه دوست دو بیل زده تو مغزشون واسه خدافزی حالشون خوب نید. وای سپه این آقای تغرول چرا اینقدر احساساتیه؟ خیلی داوود فراد ببین خونتون بالاست بیا اینا رو باید شما ببین اینا رو باید شما سرخ کنی بیا بگی ببر بالا من ببر بالا من ببر نه اون بره بیا بیا این بره این ماهیه بگی باید سرخ کنیم بیا برو بالا ماهیه ماهیه برو بریم بریم بالا بریم من رو بزی خب اینو باز چی میاری؟ آها اینو میخوام این مال سرگاست حالا امشب اینا سبزی پلو با ماهی نمیخوردن میمردن؟ یعنی سبزی پلو با ماهی نخوریم ها؟ نخوریم؟ من که من همچی حرفی زدم من چیزی گفتم الان میگم یعنی اصلا راضی نیستم تو این دم سفر تو به زحمت بیفتی بعد تازه این سبزی پلو با ماهی شب عید برره اصلا اون یه چیز دیگه است یه رستورانی اونجا هست به نام شبهای برره یعنی من هرچی از این غذاش بگم کم حالا اونجا هم میریم ما ولی سبزی پلو با ماهی شب عید فرهاد جان یعنی این که سبزی پلو با ماهی شب عید یعنی سبزی پلو با ماهی شب عید یعنی سبزی پلو با ماهی شب عید میفهمین که چی میگم؟ بله من متوجه شدم آها نه خیر من الان یادم اومد فرهاد خان میدونی قضیه چیه؟ برمیگرده به اون دو سال پیش من میدونم تو یاد چی افتادی نه بابا چه ربطی داره چرا؟ فرهاد حالت خوب نیست؟ من چرا چطور؟ آخه پس غذا تو بخور دیگه سبزی پلو با ماهی ها که دوست داری میخورم امیدوارم امسال هم مثل سال قبل یه سال موفقیت آمیزی داشته باشی بله و همچنین برای تو باشی چه شده چی شده با؟ سرما خوردی؟ مار؟ آه ارتش سرخ چین آغاز سال 1381 برای سال همین جا سال نو مبارک برای ای خود روز نکن دیگه برای حالا یه تیر اون سال تیغ ماهی رفته بود تو گلودی دلیل نمیشه که با سبزی پلو با ماهی مشکل داشته باشی که آقا جان من با سبزی پلو با ماهی مشکل ندارم من اصلا از عید میترسم میترسی؟ بله من هر عیدی یه بدشانسی آوردم من عیدا بدشانسی میارم فرهاد خان شما اینقدر خرافاتی نبودین که اصلا این ربطی به خرافات نداره هی شلوغ میکنی اصلا ربطی به خرافات نداره من عرض کردم بدشانسی میارم من عیدا بدشانسی میارم شما فکر نمی‌کنید این دو تا با هم دیگه خیلی فرق می‌کنن؟ با آقا جان عید پارسال اینجوری تیغ رفت. عید پیرارسال چی؟ عید پیرارسال یادته؟ فرهاد تموم نشدی؟ خب صبر کن دیگه ماشین که پنچر شده که دیگه چیکار کنم؟ خب باید عوض کنم لاستیکو دیگه. این جکم خرابه.
من صد دفعه دیروز بهت گفتم این ماشینو چک کن. آخه این چیه؟ دیروز پنچر بود. دیروز پنچر. حالا هی قرقر کمباد بود که پنچر شده دیگه. کمباد بوده پنچر میشه ماشین؟ تخصص حالا داره حالا دیگه تو فنیش. فرهاد حسلم سر رفت. چرخ چرا میچرخه الان؟ این خب اول بعد این پیچ بعد اول واسشه که این چرخ واسشه. اگه تونست یه بارو بپس سر کوچه یکی رو بیار پنچری اینو بگیره. تو نمیتونی. الان تموم درست میشه. فنی نیستی که. آغاز سال 1380 این سال تحمیل شد بانو. فراجا من اصلا این چیزها رو قبول ندارم و حالا عید امسال بهت ثابت میشه که اینا همه خیالاته. بابا جان شما اصلا به من بفرمایید عید به چه دردی میخوره؟ اون از کار تو خونه که پدر آدم در میاد که همش خرمالیه که هنوز استخونم درد میکنه، اونم از خرجش که پدرم در اومد. فرهاد تو چطوری میتونی راجع به عید اینجوری صحبت کنی؟ حالا باز بغ کرد. آقا عید میدونی اصلا میدونی نظر من چیه راجع به عید؟ عید و خانم ها اختراع کردن شخصا برای شکنجه ی آقایون. ای؟ خب آره دیگه. واقعا خجالت آورم. نه ببین یعنی چی دوست ندارم؟ دید و بازدیده عید فرهاد. داشت فرهاد ببین چی میگه؟ اصلا من نمیفهم یعنی که چه اصلا آدم از دید و بازدیده عید خوشش نمیاد ها؟ بابا من دوست ندارم برم خونه آدم های غریبه دید و بازدید. بچگی من بدم میومد از دید و بازدید. من چی میگم؟ من میگم آدم میره آشنا میشه. بابا من از بچگی دوست نداشتم برم دید و بازدید. ببین میگم عید اختراع خانوما. چه میگی؟ ای بابا عید اختراع خانوما. اصلا میدونی چیه؟ میدونی تو چرا دید و بازدید عید بدت میاد؟ تو حتما یک دلیلی داری که بدت میاد. دیگه بی دلیل که نمیشه. نه دلیل نه. چه دختر نازی؟ من دختر نیستم. نه خیر هیچ دلیل خاصی هم نداره. نه من بدم میاد آقا بدم میاد از دید و بازدید. هم جالکی غریبه بدم میاد. حالا با جر و بحث میخواد چرا میکنی؟ ما امسال از شهر اینجور مسائل راحتیم داریم میریم سفر دیگه. بله دیگه عید و بازدید منتفی؟ اصلا هیچ قیافه هیچ کنه. پس اون یکی ماهیه کو؟ حالا چه جیغ میزنی؟ خب دوتا ماهی رو گرفته خیلی خب حالا صبر کن توضیح بدیم. اونو پسرمو داونه برده اونور داره باش ماهی بررو درست میکنه. ماهی بررو؟ خب به این وگاه هم ماهی بررو نگاه بکن تو شکمشو پر بوا کنیم از چی؟ شکم ماهی رو اول باید خالی بکنه. تو شکمشو پر بکنیم از مخلوط نخود و گردو و پیاز جعفری و ماشروم. چی؟ ماشروم بگوام. یعنی چی این آداب بود؟ ماشروم یه گیاه برره‌ای بید. من همیشه اسم فارسیش یادم برد. یه فرم خاصی داشته بید. همچه یه حالت اینجرکی داشته بید. یه کل قارچی داشته بید. آقا قارچ. قارچ بید. بعد عرض بزرگ شکم ماهی رو باید دوزیم. بعد ماهی رو باید ای تو برده بیدیم مینداختیم توی چی؟ توی تنور. ولی خب ما اینجا تنور رو داشته بیدیم میندازیم تو فر شکم شو باید دوزیم میندازیم تو فر. خیلی ماهی خوشمزه بشه و خوردنی. میگم آداب و جسارته. میبخشید ولی این غذا رو باید نوچوفسکو اینجوری خورد؟ پس باید با قاشق چنگال بخوریم. خب با قاشق چنگال چی کنی با قاشق چنگال بخوریم؟ چه حرفی بزنی شما؟ انگار شما بلند بشی بری چین بگی من با چوب غذا نبخورم میخوام با قاشق چنگال غذا بخورم. همونجا وسط رستوران چینی ها به دار بکشنه. نه آره اصلا ما خیلی اهمیت قائلیم برای آیین های کهن برره ای. بابا بزرگ من تا آخر عمرش آشم بریخ کف دستش مثل نوچوبسکو بریخ تو حلقش. حرف بزنی شما.
آش آداب بود اونجوری میخوردن؟ در آشم همونجوری رو خوردن. حالا اینقدر حرفا غمناک نبزنیم شب عیدی، حرف خوب بزنیم. این ماهی بره رو که بد بگوام، اینی که شکم شو بد البته من یه چیز بد بگوام، این خوشمزه بشه. ولی اگه ماهی های خود رودخونه برره باشه اصلا یه طعم دیگه ای داشته بید، این تو دهن حل بشه. میگم دستون در نکنه آقا داوود، شما واقعا یه همسر خیلی نمونه و ایدالی هستین. چه من بهترین همسر دنیا میدیم آقا داوود؟ این حرف رو نظری من واقعا لیاقتشو ندارم. چه نکنی اصلا، من شما بهترین همسر من بیدی که من تا حالا داشته بیدم. نه خیر نه. میگم آداوود، میدونین من خیلی واقعا هیجان زده هستم از اینکه برای بار اولی که ما میریم برره. حالا کجاش دیده بیدیم من بریم اونجا چقدر زبت خوش بگذاره. جاها دیدنش همه جا ببرم نشونت بدم، ارگ برره، جنگل سیسنگان برره، آبی گرم برره، همه جا ببرم نشونت بدم. میگم آداوود اینه برره آبی گرم داره مگه؟ آبش گرم گرم نبید، همچین ولرم بید. ولی خب بگوان خیلی خاصیت داشته بید، نه که گاز در بکنه این آب از خودش، بگوان خیلی خاصیت داشته بید. میگم آداوود کاشی پدر مادر من میتونستم بیان. گل جاستان چه حرف بزنی شما؟ خب این تلفن برزه زنگ بزن پدر مادر تو مست پدر مادر خودم برام عزیز بیدن. نه آداوود، پدر خونده مادر خونده همو که نمیگم، این پدر مادر واقعی خودمو. میگم مثلا نمیدونم این دمای عید میشه ها، من یه دفعه یاد اونا میفتم. رای من بگردم. خب اینا هم که خیلی مهربون بیدن. بله خب خیلی مهربون بودن، ولی خب پدر مادر واقعی من که نبودم. البته به نظر من خیلی خوشحالم که اینا گفتن حقیقت رو از همون بچگی به من. یاسمن، ما باید یک حقیقتی رو به تو بگیم. ما پدر مادر واقعی تو نیستیم. البته میدونی داوود، این یه مقداری یکم طول کشید که من واقعا متوجه بشم. ببخشید جسارت بابا و مامان، شما 15 سال پیش همچین روزی به من چی گفتین؟ گفتیم ما پدر و مادر واقعی تو نیستیم. چی آقا داوود، من اصلا ناشکری نمی کنم، یعنی این پدر خونده مادر خونده هم خیلی آدم های خوبی بودن، اما خب جا پدر مادر واقعی آدم که تو زندگی نمیگیرن. حالا شما نه با خدا اینقدر خودتو ناراحت بکنی، این همه بچه بی سرپرست تو دنیا بید. حالا شما هم یکی از اونا بید. نه منظورم این نبید که شما مثلا بچه سرایی بیدی این حرفا، و گوهم حال ما که پدر مادر واقعی داشته بیدیم چه گلی به سر خودمون و پدر مادرمون زده بیدیم که به من و گوهم که شاید اصلا آدم های خیلی بدبختی بیدن پدر مادر واقعی، بعد به خاطر همین طور گذاشته بیدن سر راه، الان هم راه در گرسنگی مرده بیدن. من نگاه بکنم شاید کم انشالله که زنده بیدن سالم باشن هر جا بیدن، بگوام شاید مثلا قاچاقچی دزدی چیزی بیدن، مال خاطر همین وقت نداشتن مشغله کاری باعث شده بید. یاسمن نه، بگوام که مثلا شاید هم آدم حسابی بیدن، خیلی آدم های خوبی بیدن، شما رو دزدیده بیدن از ما. من دزدیده بیدن؟ شما دزدیده بیدن؟
که بازدیده بشن عجب گرفتاری من بشن نه بگونم شاید اصلا اونا خیلی آدم های نرمالی بیدن تو چون تو خنگ بیدی دور وزاشتن سر رو به چگن من خیلی من چیر زیر بی خود مزنم چیز یا یاسمن تو به هیچی فکر نبکن به این فکر بکن که اگه تو با پدر مادر واقعیت بیدی شاید من و تو هیچ وقت کنار هم نبیدی من ببین من و تو هیچ وقت کنار هم نبیدیم اگه با پدر مادر واقعیت بیدی نه خدا بود راست میگی خب بله آدم بود من هرچی فکر میکنم و میبینم پدر مادر واقعی داشته اصلا یه چیز دیگه است با اجازت واسه خودش میزنه بله. از خودش در میاره اینا رو برو از خودم در میارم اینا داوود شاهده داوود جان اون زلزله معروف برره رو راجع به شنیدی؟ بله راست فکرم وای زلزله خیلی وحشتناکه آقا داوود خیلی نه بابا همچه زلزله نبید یه ریش در بید بعدم یه قربانی بیشتر نده اونم تازه قربانی نبیده قربانی نبود همون من چیز شد دیگه یعنی یه نفر ناکار شد مبارک باشه بوا احبت یاد آغاز سال 1347 من بقیهشو نمیتونم تعریف کنم چون سرم شکست یه پامم شکست اون موقع بعد اصلا بعد جراحات روحی عمیقی به من وارد شد متبردر شد حالا برش کن انقدر قلم به سلم به نگو فراد دم سال نوی و شما هی داری از این خاطرات بد تعریف میکنی ولش کن بله اصلا ول بکنید بحث عوض بکن آقا یه ماهی برروی براتون درست کرده بیدم تو رستوران چپهای بررم پیدا نبکنید دستتون درد نکنی بذارمش پس کوفر حالا مگه چی گفتم تو خجالت نمیکشی؟ ماهی بررو بدون روغن زیتون؟ مهتاب جون ببخشید اگه شما تو برره این حرفو زده بودید شکمتون رو سفره کرده بودن ده. حالا ما هیچی نمیگیم نخندین شما حساب فامیل غریبی یه نفر تو برره ماهی برره رو بدون روغن زیتون وخورد سیبیلاش وزدن تبعیدش وکردن حرف وزد برو روغن زیتون بیار من از جماعت برره این معذرت میخوام روغن زیتون هم در ذهن نداریم بریم بخریم با روغن مایا میشه نه با روغن مایا میشه هیچ نه نفر نه بخریم حالا با روغن مایا میریزم خیلی ها برره یا واقعاً انعطاف پذیرن و همه شون نه روغن مایا هم دیده شده ریختن نه بود دیگه کم ها خیلی دو قطره اینا قطره ببین رو روش آره بچکه اصلا فلسفه پراگماتیسم از رو برره یا نوشتن اینجوری نه انعطاف داره باید روغن رو در مخالف جهت فلسهای ماهی ماساژ بدین اینجوری نبید باید روغن رو بر موافق فلس جهت فلسهای ماهی مالش بدید به خوردش نره چه بگوی اول باید تو گلوش بریزن بعد چیه دومانه تو اصلا نظر کردی تو ماهی بره رو خورده بیدی حالا این حرف زد که نگن لاله ماهی بره رو بر موافق جهت فلسش باید ماساژ بدید نکن اونجوری من به دکمم اینجوری باید باشه ببین حالا سال نوعی من هیچی نه حرس من رو دارم من یه دونه میزدم با آجر دیوار یکی ماهی بررو رو در موافق جهت فرس اون گوزفنده حالیش نمیشه یه بار از این طرف یه بار از اون طرف دارن اشتباه میگن آقا میگه روغن یه چیزی که میدون نکن در موافق نکن
بامزه. حالا چی میگی؟ نکن اینا رو بگم واقعا یه چکید رو سر من همش. امیدوار بدم این ماهی همچین تو حلقش گیر و کنه تو حلقومش و ترکه. چه وگوی تو؟ اصلا این چه ماهی قسمت گربه بود حالا که اینطور شد؟ آه دعوا نکن. خوشبختانه ما یک ماهی دیگه تو فر داریم. آقا جان من بریم سریع‌ترین ماهی رو بخوریم به پرواز نمیرسیم. من گفتم چیه؟ این درو کی بسته؟ ها؟ چیه خود چی شده؟ چیو چیه خب؟ این دره خرابه فقط از اون بر با میشه. مهتاب جون ببخشید سر سپر شما چرا داد میزنید؟ تو خونه شما یه چیز خراب میشه. اوه کوتا درست شه. از داداش بی ارزت بپرسید. ببخشید من اینجا لازم به ذکره که بگم من اصلا به ارزه داداشم هبه شما کار ندارم. از بچگی داداش فرا چلمبه بوده. آقا شادی خانم این چلمبه یعنی چی؟ یاسمن من رو نگاه بکن. این چلمبه به این معنی بید که عرضه یکی تاریخ مصرفش گذشته بیده. کافیه دیگه. مسخره کردن فرهاد تو این موقعیت هیچ دردی از ما دوا نمیکنه. ازت ممنونم سپر. البته من یه دکتر عرضه شناس سراغ دارم. گرگه فکر زنی بابا. یه در باز کن ببینیم. خب کلید نداره چی باز کنی؟ کلید نداره. به خودم من این درو باز می‌کنم. برو کنار من. حالا بزن خرابتر. برو کنار. چیکار دا نه بکن داش فرهاد. فرهاد خودت. نه نه نه. نه نه نه. آی آی. زور در بکردی جون در دماغ در بره. خودشم مال. بابا یکی در باز بکنه این ماهی بابا اون ماهی تو فر هست این ماهیم سوخت سوخت که سوخت به درک که وسوخ فدا سره تو چی بگوی سوخت که سوخت ماهی شبهت وسوزه بدن بخوره اصلا میفهمی چی میگی؟ بله تازه همون یه دونه ماهی هم که سوخت یعنی خیلی نشانه بدی یعنی ما سال خیلی بدی در پیش داریم بابا کاری اصلا من هم گیر بعد دویدیش خیلی این آدابود آدابود نشانه ها اصلا نشانه های بسیار نابهنجاری به انسان بدی انسان. خب چیکار کنیم؟ یکی بگه چیکار کنیم؟ چجوری دعوا کنیم؟ من میگم بریم تو حیاط بابا نردبون بذاریم از تو تراس بیان در آبا کنیم برو 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 بودو بیا ببینم بودو سهه بریم بیار بابا داوود پای آیه ارزفور رو بگیر از اون ور بلک و من چجوره چه بگیر پاشو بگیر پاشو بگیر چجور پاشو بگیر آتیش گرفته فر آتیش گرفته فر مهتا فر آتیش گرفته یعنی حالا اگه این فرها تونستیم دره رو باز کنیم نه بابا رفت کردم بودم باید ماهیته ماهی منه بشت فراد
خب طوری نشد بابا. من که مهتاب خانم هم اولش هم گفتم اصلا این عید واسه ما اومد نداره. چرا حرف بی خود میزنی بابا؟ ای عید اومد نداره، هنوز عید نشده که. اتفاقی بید افتاد عید و چیزی نشد عید که گولی هست دیگه. بدتر که هنوز عید نیومده. ببین لحظه سال تحویل میخواد چه بلایی سرم بیا. بابا یه اتفاق ساده بود، اصلا طوری نیست. شلوغش کردم. تو به چی نگاه میکنی اونجوری بخ شدی؟ ها؟ چی نگاه میکنی؟ من؟ وگوام اون ماهیه سیبیل بره هست. وگوام اون بگم اونم خیلی گوشتی بید با سبز پلو با ماهی خیلی خوب بیدون. وگوام دست به آکواریوم من بزنی لهت میکنم. اون ماهی میدونی چقدر پولشه؟ اصلا تازه معلوم نیست اینا خوردنی باش گوشت خارن اینا. نه اوه خوردنی بید، اون ماهی زرده بید، اون ماهی زرده خیلی اصلا مهده. اون ماهی زرده خیلی اصلا چی؟ ماهی زرده وگو هم خیلی زرد بید سن انگار. پس تو دروغ گفتی اون ماهی زرد مرده؟ نه من نه مرده بید، البته تو آب که نه مرده بید، آورده بیدمش که بیرون. بعد وقت یه چند دقیقه زنده بید جون در بکرد، جون بداد، یه دفعه جونش در بشد. بعد وقت دیدم الانم یه من یه کاری میکنم که تو هم جون در بکنی. ماهی زرده و اون خوشگلی رو این خواهی توخ دیدم مردنی بید. بس کنید دیگه، خواهشتش مرده بید. پاشی بریم سبزی پلو با ماهی حاضره بخوریم. پاشی چه ماهی بابا مذهب جان؟ ماهی که جز قاله شد رفت بابا. یه ذره پلو داریم با سبزی و ماهی یکی دیگه. باشم. این که بعد این که اون ماهی سوخت تنها راه حل باقی مونده همین بود. بیا باید این مراسم رو ما اجرا کنیم. بریم ماهی که دو داریم. بریم بیا ماما شد تو رو میکشم. آدابو ناچش را نکن خواهد دارم. نیزم چاییم فرهاد زشته سر به سرم نزاریده. من اصابانی هم ماهیه به اون قشنگی ما برشته خورده با سر خورده شده رفته بیشتا ما کچیکنی بیرون خوردی که خوردی؟ داشت فرها فرها نکن ترا چوبون نداره. خب ببوس دیگه عیده ببوسش. برو برو برسی جم برو 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 داشت اینقدر مهربونی. ماهی اسکار من رو بیاره. حالا شایی ریختی بیر. خب مبارده چای بخون. من یه احساسی دارم نمیدونم چمه. فکر میکنم یه چیزی گم کردم، یه چیزی جا گذاشتم یه جایی، یه چیزی کمه. چیزی همه من نمیدونم. گم کردی؟ ببین موبایلت هست؟ یه چیزی اسمم کمه. چی کمه؟ عقلشو بگوه. هست موبایله؟ آره گوشی من هست. چمه پول داشتم بیدا شرام خواد عیدی بگیره. نه گوشی من هست نمیدونم. فکر میکنی در آرون کتو؟ بله. چه بامه از دست دادم با بیلی تاپه ما خوش باد بزنم. بیلی ته تیارا بابا
شبی. من گفتم، من از اولش هی گفتم عید اومد نداره، از پروازم جا موندیم. خیلی خوب بابا، بس کن دیگه، فرد کشتی تو ما رو، همین خدا رو شکر که به سال تحویل رسیدی. بابا من خوابم میاد، من میرم به خوابم، بذاری من برم به خوابم دیگه. تو چی بگفتی؟ دم سال تحویلی و شیبه خسوی؟ بچه ها دخوارم راست میگه، هر که سر تحویل سال هر کار بکنه تا آخر سال همون کار میکنه. آصفه حالا حرف بزد گل یاسم، چی بگوید؟ ای آدا بود، این پسردهای پدر خونده من سر یه سال تحویل سال تو دستشوی بودن و تا آخر سال تو دستشوی بودن. راست بگوید. بریم باباش خسوم آخون نرو بریم. این چرا اینجوری میکنه؟ خراب شدم، خراب شدم، خراب شدم. مهتاب جون چقدر گره سال تحویل مونده؟ کلید داره بابا. حالا کلید تو کیف این مک کلید پیدا میشه. خیلی خوبی بابا، 6000 تا چیزون توه. چقدر دیگه به سال تحویل مونده؟ چقدر به سال تحویل مونده؟ 4 دقیقه 4 دقیقه. بده من ببینم. نمیشه، میگه من همین کارو کردم دیگه. چقدر مونده سال تحویل؟ تو جان 3 دقیقه و 45 ثانیه. فرام خدا بابا، فرام دارم الان این اینشتینه مثلا. خب نمیشه کار خودت بی. برو فرهاد، بودو برو برو از تراس. آره برو تراس، تراس کن بیاین. من نمیرم بابا. فرهاد این همه آدم اینجا، من هی برم رو تراس دوباره. خب برو دیگه، من تراس تراس. خوب این همه آقا 3 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده، اجازه بدید 3 دقیقه مونده. ببخشید بابا، میرفم من حساب کنم. بفرمایید شد رسیدی ما به سلطنه داره. الان نرفتیم چی بشه؟ بنده به دل خوش سلامتی. خب بس نخوری شوهی ما تو. آره دابه جان بابا، در سال جدید بذارون گوشهای سبیل در بیاد بابا، شکل انسان بگیر. 1 دقیقه تا لحظه تحویل سال. یه دقیقه میگه سال تحویلشه. فرهاد کو؟ فرهاد فکر کنم رفتش دفت در باز کنم. آره آره من پیداش کمک مهتا بچه کمک فرهاد بیا در باز شد. فرهاد در باز شده، بیا بیا تو. آقا برشه ما اومدیم تو. نمیتونم، نردمون افتاده، این من آویزون موندم به نرده تراس. ده ثانیه به تحویل سال. 10 ثانیه. نه فرهاد نمیتونیم بیان. وایسا یه خورده. 2 ثانیه. آغاز سال 1382. سلام علیکم. سلام. سلام بابا، احوال شما؟ خوبی؟ از سلام باشی. سلامت. چی کار شد براره بابا؟ بلیت رفتیم گیر نیمد، گفتن تا 15 بلیتش اصلا نیست، رزروه. و حالا یه آشنایی اونجا ما جور کردیم بینیم با قطار میشه بریم. حف شد بابا، حف شد. نه البته خب ما چه بیکار نباشسته بدیم. ما دیدم چنین جای کیوید، گفتیم روز اول عیدی رفتیم بر خانمم هدیه کردیم، عیدیه کردیم. بله
روز اول عید آدم میره خرید عید میکنه. بله دیگه، ما اصلا یه رسم قدیمی برره است که هدیه های عید روز اول عید میخرن. برای خانوماش برای خریدن. چرا خود روز اول عید؟ خب قبل از عید خریدن. چرا روز اول؟ نه ببینید، اصلا این حسابی که شما میگوید فرق میکنه. هدیه‌ای که روز اول عید خریداری بشه چون همراه با بهار خریداری بشه، روح بهار در آن دمیده است و چون همراه با بهار بید، طلایه‌دار بهار زیبا بید. ضمناً چون همه خریداشون کرده بیدن مردم، خب بنجلاش سرش مونده بید، ارزان‌تر بید. ما گفته بیدیم روز اول به عید طلایه‌دار بشه. شما برای فوق العاده انسان های رزلی هستید. از فطره نه، ما فقط حساب کتاب سرمون مشد رفتی به فسفر. و تازه یه مسئله دیگه هم هست توی برره. رسمه، ما میریم ایدیامون رو بر خانوما عین هم میخریم، برای اینکه به خاطر این اخلاق خانم ها که دیدین چشم هم چشمی دارن. سه تا کادو یه شکل میخریم، حتی کاغذ کادوهاشون هم یکیه که اینا با هم مشکل پیدا نکنه. بله، شما خبر نداشته بودی که تو برره اصلا رسمید بر همه زنهای برره یه جور کادو آخرن شب عید. من گفتم طبق آخرین آمار یونسکو، بله، آماری که گرفته بیدن برره پایین ترین آمار طلاق داشته بید. همین دلائل همین. شما امری داشته باشی. مرحبت زیاد باید ازت کلمه کلو. این برره یا نه تنها انسان های پس بطرتی هستن، بلکه فوق العاده انسان های مرسالار و ضد زنی هستن. بابا بله شما با بیل بزن تو سر اینا با من تو با هم بر این عقیده اصلواری. بابا این طرف دلت رو زدم. دمت برو تو کاره. چرا ما انقدر آلبوم ملکی نگاه میکنی؟ چه میدونم؟ به خاطر بیکار نباشی. دیدیم یه بار. خب مامانتونه باباتونه. ببین اینجا چقدر دماغم قشنگ بود. عمل خیلی بی تربیت این جفتیتون. ببین دماغ خودتو خیلی قشنگه. سلام علیکم. سبه دماغ من تو بودی. شادی خانم ناراحت میشن. بی تو والا تو. این از سه. دماغ مردم باید به سپر نشون بده، اون داداشش میدونه خودش. تو هستی؟ داداش برات بلیط برره چه شد؟ بلیط برره عرض کنم که گیر نیمد، ولی تا عصری، تا عصری حتما بلیط برره گیر میاریم. عوضش کادوهای عیدتون رو خریدیم. مشکل پیدا نکنید. خیلی خوشگل. دستتون درد نکنه. من از اینجایی که مانتو مدارس میفروشم قسم بخرم دیگه بچه‌ها. خیلی خوب. بعدم که اونم که بلیطم که گفتیم و دیگه حالا عوضش. مدلشه جلو بسته است. من پیرنم، من پیرنم. تو چی؟ سفه قشنگه؟ ریش تراشه سفه. بله قد کلونه؟ تو چی چی؟ پیرنم قشنگه. پیرنم قشنگه. خب ببینم پیرنم تو ببینم. پیرانه دیگه فرهاد بیا ببینم. دیدم پیرانه دیگه. خب چیه مال تو اینا؟ اینو بگی این مال من. قشنگه نه؟ خیلی خیلی بهم با سپهره در بین
بده خب بازم این مال من نه کن گیرم نه خوبه این بعد این اینو میزنن دیگه ها این مال منه درزه ما تصمیم گرفتیم که من دارم صحبت میکنم آدم داوود درزه ما تصمیم گرفتیم که نهار رو تو باغ بخوریم آره چقدر خوبه من یه دقیقه برم تو آینه پایی مانتو رو نگاه کنم چه اصلا سادامو دستتو درد نکنه من کاغذ کنم جنس پیرن تو من ببینم بفرمایید جنس پیرن تو من ندیدم برو بوریس باز کن ببین چه قشنگه با یاسمن برای داوود اتکلون خرید خب تو رفتی برای من یه پیرن 1800 تومانی خریدی؟ ای فرهاد این پیرن من خیلی گرون واسهت خریدم اصلا به گرونیش کار ندارم خب آبرو منو بردی تو جمع دیگه این اتکلون داوودو برام میخری یا با من اصلا حرف دیگه نزن ای اصلا صحبت نکن این اتکلون داوودو میخری اصلا دیگه من با حرف نمیزنم رفته به باب همایون بسه من بده مهتم داوود ببخشید بی زحمت شما بفرمایید این غذا این چجوری اینو بخورد بله من خدمتتون عرض کنم که شما یه لقمه از این کله پاچه رو برمدارید بله اول این لقمه کله پاچه رو بزنید تو اون بستنی وانیلی که جلوتون هست بعد بزنید تو این سس گوجه فرنگی بعد میندازید بالا یه نخودم پشمندش میندازید بالا به این وگوان چی چی؟ شلو خوف نخود بله یه خوبه؟ چه جالب بله از اسمای برره ای شبیه اسمای روسی اسامی روسیه مهتاب جو شما مگه نمیدونید روس ها اصلیتشون برره ایه مثلا پسر خاله کوچیکه خودم اسمش بود فریبرز داستایوفسکی یا شاید بی زحمت به بلاگوشت به من بده بلاگوشت بابا بلاگوشت همون نمیدونم مغز کی میخوره من نه به داوود بده یا مغز بر داونه پیران برش رو سوان خریده داش فرهاد حالا کوف کن اینو به ما داداش فرهاد بفرمی از شما نرد بله چی براتون بذار داداش فرهاد البته خدمتتون عرض کنم پاچه نه دوست ندارم چرا همچین دارید بخورید مهتاب خانم چرا همچینی بخوری باشه دیگه حالا اگه چرا همچینی بخوری لقمه ای که میگیرید باید این لقمه رو اول بزنید توی این بستنی والینی بعد بزنید توی این سس گوجه بعد در بکنید تو حلقتون نخودو چی بگویی تو؟ هیچ هم اینجوری نیست آیزا نه بخور بعد یه نخود بنداز بالا روش لقمه بگیر بخور چی لقمه بگیر بخور؟ گوش نمیده چی لقمه بگیر بخور؟ اگه به شما ها رو داده بیدن نوچوفت کنم با قاشق چنگال بخوردید داوه نه بد داری وگویی ها همینجور اینجوری نخور وگویی چی چی اینجور نخور این چی چی میگی تو چون مزخرف بگی من مزخرف وگو حرف ما آدم باید با زمان خودش پیش بره کله پاچه رو بذاریم بذاریم تو چشمون اینجوری نیست دیگه که قاشق اومده چنگال اومده زندگی تو قارزه نداشته بیده اینجوری غذا بخوری دو دقیقه اومدیم تو فضای آزاد روز عید ببین چی کار داری میکنیم بذار کله پاچه تا نزدم همین قاشق چنگال بگیرید دستون خود نمایی بکنید مال ما دیگه بذار قاشق تو اون تو بیا دستون پاچه خور من عاشق این برره ایام اگر من در نکنه بالا اینجا رو اونجوری آخه یعنی کوفته که توپو نمیگیرن اینجوری که بزن زیرش ساعت بزن آره دایی سپه جره یه بیا آخه اونو نگه نه نگه کن اون بالایی بین داشت فرد چقدر لاغر بوده داشت فرد چقدر اونجا لاغر
کردی. آره دیگه، آدم وقتی زن خوب بگیره اینجوریه. ایوا ببه مهتاب خانوم چی شده؟ ببه من اصلا نمیدونستم آ فرهاد قبل از شما زن داشتن. و فرهاد قبل از من زن داشته؟ بله دیگه، اینجا نگاه کنی از این عکس عروسیه. ولی میگم که شادی خانوم خیلی خوب شده که آ فرهاد این خانوم رو طلاق دادن، مهتاب خانوم رو گرفتن، برای اینکه این خانوم ریختش رو این میمونه. زهر مار بچی میخندی؟ چه هست سر من؟ نه بود، یا سمن خود واسه چی میخندی؟ من دماغم یه پولیپ کوچیک داشت، مجبور بودم عملش کنم. 2 کیلو 250 گرم پولیپ. ببین میکنم خواهی خجالت نمیکشی؟ دعوا نکنین، حالا عیده. نه بده من، بده من، بده من یکی عکس. نگاه نگاه این یا سمین، نگاه کو اینا ها، به این عکس بچگی منه. نگاه مهتاب جون، وا شادی خانم اصلا شبیه خودتون نیستین، شما عمل کردین. اینجا یا سمین اون بابامه، بغل دستیش منم. ایوا ببخشید من یه خورده خنگم تو اینجور چیزا. بفرمایید. من نمیخواست حال با نگاه کنم. فرهاد اینجا رو یادته؟ خجر آخه این کیه داداش فرهاد؟ مال کیه؟ سالش یادم نیست، ولی این اولین باریه که من مهتاب رو دیدم. آخه بیا خجالت نکش، بیا بفرمایی. مهتاب دوتا چای بیار. مگه خودت چلاقی؟ خب بیار دیگه، بفرمایی، خجالت نکش. سلام. سلام. مهتاب خواهر عزیز من. این کیه؟ بشین خجالت نکش، بشین دیگه. بشین. این فرهاد برره است، مال برره است. برره دیگه کجاست؟ بله؟ برره پرسیدم کجاست؟ میگم برره کجاست؟ برره یه جایی بیده اطراف تهران. شما از تهران که دروشید بیرون یه... حالا ولش کن، این چه رنگ چایی ریختی؟ آخه آخر سر میترشی میمونی رو دست مامان بابا. بای نه بگو بابا. ببخشید شما چیزی گفتی؟ من نه. فرهاد چیزه، در واقع همکلاسی منه تو دانشگاه، آرشیتکت حسابی میشه. مامان بابا کجا؟ رفتن لباسان. کجا؟ لباسان، یه جایی هستی دوروبر تهران، یه روستاییه. با کی رفتن؟ با آقای عشقی اینا رفتن. اوه اون دیوونه هه، نمیدونی فرهاد یک دیوونه هه. یه عالمه از زمین های لباسان خریدن، میگن آخه چند وقت دیگه این تهران گرون میشه، همه میریزن تو تهران و زمین های اون ور گرون میشه. آها آها، این یارو اسمو نگاه کن، لباسان چه اسمی. این چند وقت گیر داده، میگه که فکر میکنه خیلی مثلا منتالیت پولیتیکالش زیاده، میگه که عراق قراره حمله کنه به کویت، بعد قیمت نفت میره بالا. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه مثلا میگی عراق میخواد مثلا آمریکا حمله کنه به عراق، یا فردا مثلا میخواد بگه که مثلا دیوار برلین رو میخوان خراب کنن. خیلی آره. ببخشید جسارت، شما درس بخونی؟ ایوا چرا از خودم نمیپرسی؟ من میدونین زیاد به تحصیلات دانشگاهی و اینا، به سیستم دانشگاهی اعتقادی ندارم. بله البته یه علت دیگه هم داره، قبول نشدن که نرفتن دانشگاه. اگه قبولم میشدم نمیرفتم. میرفتی؟ نمیرفتم. میرفتی شما؟ بهت میگم نمیرفتم. گربه دستو شده و شده برسان. من فرهاد خان، من شاعره هستم. راست مگویین؟
شما شعر دوست داری؟ من از سنین نوجوانی از خودم شعر در بکردم. واقعا این فعلی که گفتین چقدر برای شعرهای مهتاب مناسبه، در بکردن. میزنم تو نه یه جلو دماغت میره تو چشم. نه نه بگو بابا دلت میاد دماغ به این وجاهت. وجاهت با شما بودم. میدونین آقای برره، من یه خورده این دماغم یه پولیپ کوچولو داره، باید جراحیش کنم این پولیپشو درارم. و فقط به دکتر در بکنید که به ترکیب بینیتون دست نبزنن، حیف بید. بله چشم، ممنونم. چایی نمی فرمایی؟ بفرمایی. چاییتونم بفرمایی. چی شد؟ چی شد؟ حالا همچین صدای زیبایی از خودش بیرون نکرده بود بابا. این رفیقت بازم بیار اینجا ببینیمش. خوب بابا؟ چشم. اولین نگاه هم به مهتاب احساس کردم ابرهای تیره در آسمان شب کنار رفتند و مهتاب اون شب ذهنم برمسد. پلاستیک نداری بابا. من اینا رو بابا من اینا رو نگفتم، من اصلا شعرگونه بلد نیستم باخه. اینا رو تو انگار توی کتابی بود، اینا توی کتابی بود. دلاشو نگرفتم بابا. ساکت چی ببینم؟ خجالت نمیکشی؟ تو همیشه من از بچگی تحقیرم کردی، مسخرم کردی، خجالت نمیکشی؟ اولین شعری که گفتم همین آقا اینقدر مسخرم که تو 10 سال بعدش دنبال شعر گفتن نرفتم. بابا من کی تو رو مسخره کردم؟ چی داری میگه این؟ ذوق بچه رو زدی کور کردی؟ نه بابا آخه شما نمیدونی تو واقعا تونستی بابا آخه نمیدونی این اولین شعرش رو تو 3 سالگیش گفت. راست بگوه ایشون شما این کار بکردی؟ بابا اولین شعرش رو این تو 3 سالگیش گفته. بعد شعره یه چیزی تو این مایه ها بود که بابولی کپولی کلوچه مذاب میده تو کلوچه. واسه چی میخندی؟ تو سپر تو واقعا آدم پلیدی هستی. با تو حرف نزن. دمت گرم، خیلی باحالی. اگه اینجوری منو مسخره نکرده بودی خیلی زودتر از اینا شعر میگفتم و شاعر شده بودم و جایزه نوبلم تا الان برده بودم. بابا من مهتاب خانم این آفرهاد یواشکی در گوش آسپر گفتن دمت گرم خیلی باحالی. من نگفتم آفرهاد شما گفتی، من خودم شنیدم. همه اینا میدونید به خاطر چی بید؟ فقط به خاطر این بید که خیلی عوض بخوام از حضورتون، خیلی آدم درو بی خودی هستی. به من میگی درو؟ بله. اگه من درو هم تو هم یادم به فرصت طلب مزور چلمبه ای. اینو دیگه راست نگو، چلمبه بیدی. با حرف بی خود در نبرکن. چلمبه خانم جسارت ببخشی، شما استاد غیبتین. ببخشید نخود چی خور. اگه من نخود چی خورم در عوض یک آدم وسواسی قرقرو که نیستم. تو من بودی؟ چرا؟ اجازه بدی، اجازه بدی، یه لحظه، یه لحظه اجازه بدی من
یه صحبتی بکنم. خواهش میکنم یه لحظه به من اجازه بدین. من یه چیزی میخوام بگم. آقا جان من نمیخواد حرف بزنی. تنبل. بی مسئولیت. قربون دهنت برم. یک بار یکی روش شدین حرفو به تو بزنی. با من این کوچولو اجازه بدین شلوغ نکنی. در جایی که چند خانواده با هم زندگی میکنن تو حرف بیخود نگو. دارم صحبت میکنم. پاچه خار الهی برام روده بگیری. من پاچه خارم؟ بله. تو دیگه تو راجع پاچه خاری حرف نزن. وقتی که چند خانوار دارن تو یک خونوار نه وقتی که چند خانوار دارن تو یک مکان با هم زندگی میکنن حرف میزنه. وقتی چند تا خانوار توی خونه توی مکان دارن با هم زندگی میکنن حتما یه عده از این آدم ها از یه عده دیگه ممکنه دل پوری داشته باشه. اصلا اشکالی نداره. پیش میاد. ما چیزی نمیخواستیم بگیم. من فقط میخواستم بگم که آدم اگر که قرقرو باشه خیلی بهتر از اینی که جیب جیب باشه. جیب جیب باشه. من یه پیشنهاد دارم. بگیم چیه؟ جوجمان کنون. موافقه. منم میدم. اینجوریه که جوجمان کنه یک رسم قدیمی برره که طبق سنگ نوشته هایی که از دره برره پیدا شده این موضوع به قبل از میلاد مسیح برمیگرده و روش اجرای مراسم اینه که در آغاز هر سال تمام اعضای خانواده دور هم دیگه جمع میشن با هم یک جلسه نقد و بررسی میذارن راجع به رفتارها و کردارهایی که در طول سالشن با هم بحث و بررسی میکنن و یک جور روک خیلی روک خیلی روک از هم دیگه انتقاد میکنن و اون آدمایی که کارهای بدی کردن اصلاح میشن و در نتیجه در سال جدید اون کارها را انجام نمیدن. در واقع یک جور جلسه انتقادات و پیشنهاداته که با آغاز بهار انجام میشه و به چلمبه شدن روابط خانواده می انجامه. البته من لازم به زایش بده اینجا اضافه بکنم که اینجا چلمبه شدن به این معنی بید که نو بشد. نو شدن بید. بله. عرض کنم خدمتون که حالا من اینو اضافه کنم. به همین دلیله که برره کمترین آمار طلاق، جنایت، دزدی، سرقت همه اینا در برره است. یعنی بله. در کل خاورمیانه ها بله. در کل خاورمیانه در برره این آمار کمترینه همیشه به بله. خاطر اینکه خانواده ها میشینن چلمبگی میکنن یعنی روک حرفاشون رو میزنن نو میشن از هم دیگه انتقاد میکنن چیزی تو دل هم دیگه نگه چیزی دل خودشون هم دیگه خودشون نگه نمیدارن بله. بله. از همینجا شروع شده که برره مهد تمدن جهانه. بله بله برو بابا دیگه حالا دیگه ما هیچی نمیگیم. برره چه خدمتی به تمدن بشری کرده؟ خیلی چیزا به 60 تا شالو مزد میشمارم. بیا کیشو بگو شلوغ کرد باز هر وزد یک چه خدمتی به تمدن بشری کرده؟ چیز داو نه وگو یه خدمت های خوب بالاخره خب همین الان من الان میگیم بگیم نوچوفسکو نوچوفسکو تغرل اگه نوچوفسکو نبود ما کجای تمدن بشری واسده بودیم؟ سپر مسخره نکنا بلد نیستی نکن مسخره کردی تو یه درو اصلا اینا مهم نیست مهم نیست که اصلا برره چه خدمتی به تمدن بشری کرده چه؟ مهم اینه که آدم باید انتقاد پذیر باشه حرفاشو بزنه این به روابط خانوادگی رو بهبود میبخشه. الان کی آماده است که داوطلب بشه برای این که ازش انتقاد بشه؟ ای مهتاب خانوم وگوید. خب سپر تو شروع کن. به من شروع چرا من؟ من چرا خود تو شروع کن به من چرا داداش شروع کن بابا شما شروع کنید شما شروع کنید آقا من شما بگین دیگه شما از همه بزرگترین ها؟ بزرگتر که خود طغرل از من بزرگتر اگه اینجوری باشه جدا و اصلا به نظر نمیاد مرگ من شروع کنم آره فرد بگو من خب اگه بخوام از مهتاب انتقاد بکنم به هر حال من مهتاب رو یه من خب خیلی خب من مهتاب به هر حال مهتاب یک چیز هست یک همسری هست که من به هر حال مهتاب زن ایدئالیه هیچ ایرادی نداره فرهاد هیچی اصلا مطمئنی مهتاب به نظر من یک زن بسیار ایدئال یک زن مهربان و همدم و همراه فرهاد من آدم انتقاد پذیری هستم خب تکمو ناراحت نمیشی؟ نه من آخه چیزی ندارم بگم واقعا تو یک زن ایدئال هستی و درجه یک
خانومی. اتفاقا این تنها موردیه که من با این کتکله توافق دارم. به نظر من تنها ایراد مهتاب جان بابا اینه که شوهرش این ریخماسک چلم چلونه. خیلی خب سپر تو بگو. خب به نظر من مهتاب یک خواهر مهربان و یک دوست عالی هستش. بله. مهربان دلسوزم میخوای بگو. همون دلسوز و مهربان هست. ممنونم داداش. داونه تو بگو. من بگو هم بله. مهتاب خانم خب به خیلی خانم میدن و خیلی با شخصیت بدن، خیلی خانم بیدن، از هر انگشتشون یه هنر در بشد. یاسمن تو بگو. چه ربطی داره؟ من خودم با این آداوود موافقم. این مهتاب خانم اصلا اینقدر خانومه، اینقدر خوبه، هیچ ایرادی اصلا نمیشه بهشون گفت. شما جرأت نکردید بگوید، خودم بگوام. مهتاب جون ببخشید، به نظر من مهتاب جون ایدئال ترین خواهر شوهری هستن که هر عروسی توی زندگیش آرزوشو داره. وای نه واقعا از همتون ممنونم، فکر نمی کردم که اینقدر محبوب باشه. نفر بعدی کیه که حاضر در جوجبان کنی شرکت کنه؟ من. آقای تغرل. آقای تغرل؟ تغرل ماهه و هیچ ایرادی نداره. تغرل آدمیه که میشه روش حساب کرد در روزهای سخت و یک دوست مهربان و یک باغبان خوب هستش. واقعا چه ایرادی میشه از تغرل جان گرفت؟ تغرل گل. من مورید آقا تغرل بیدم. ایشون استاد من بید. انشالله که همیشه سایه‌شون به سر ما باشه. شادی جان بهترین خواهر شوهر دنیاست. من هیچ وقت تو خوابم هم همچین خواهر شوهری نمیدیدم. آفرهاد مرد بسیار صادق و شرافتمندی اصلا. سپر یه پارچه جواهره، کاش که یه عیب داشت، سر تا پاش همه حسنه. آقا فرهاد بگوید. بله ایشون کاش یه موشون به تن من بید. ایشون افتخار براره بیدن. داوود مظهر صداقت، پاکی و درستکاریه. من بگوه. یک همسر مهربان و یک دوست خوب. شما شادی. از نظر من هیچ اشکالی بهشون وارد نیست. انتقاد؟ من که باشم که به چه این شخصیت بالایی بخوام انتقاد بکنم؟ من از رفتارهای این آدم درس زندگی میگیرم. به نظر من شما با هم رو دربایسی داریم بابا. پس اگر با هم رو دربایسی ندارین، همگی تون یک مش آدمای درو و سالوس و ریاکاری بیش نیستین. من میدونم چی کار باید کرد. بله. خب این حاضریه. اینا همه حاضره. و بفهم رای گیری رو آقای تغرل خان شروع بکن. ببخشید من یه عرض خدمتتون داشته بیدم. این ظرف من مال چی با بقیه فرق مکوله؟ ببخشید خب آقا داوود، ما دیگه گلدون نداشتیم، مجبور شدیم که عد بعد از من رو شخوره. ببخشید. خب ما آرایمون رو ریختیم دیگه، حالا بفرمایین تغرل جان. شما چرا گلدون نداری؟ برای اینکه بابا جان من اصلا روحیه انتقاد پذیری ندارم بابا. میترسم شخص انتقاد کننده را با بیل بزنن نصف کنم بابا. خب البته اصلا انتقادی به شما وارد نیست، شما شخصیت والا و بزرگ. در ضمن بنده اصلا از پاچخاری هم خوشم نمیاد بابا. خوشتون نمیاد؟ نه خیر بابا. چشم. بفرمایین رعیا رو پس محبت کنین بخونین. بله. اولین شرکت کننده یاسمن خانم بابا. گل یاسمن بیا. Ladies and gents, please fasten your seat belt. This is a gentleman. رای اول. مشکلی نداره. رای دوم. ایشان بهترین همسر دنیا هستن و من به وجود ایشان افتخار میکنم. من داوود نیستم. آدم بود. خیلی ممنون. مشکر با من. دست شما درد نکنه. ایشالله که شما صد سال زنده باشیم. من زیر سایه شما باشیم. به دلم بچه بابا بچه اینجا جوجمان کنونه بابا. اجازه بدین بقیه شو بخون. خوب است، فقط کمی آیکیو ایشان پایینه. من میدونم که اینو مرد
آفرین بعد بابا. خوب است. انتقادی ندارم. تمام شد رفت بابا. بله. بله. خب از همه شما خیلی ممنونم. خنگی و قبول دارم و سعی میکنم که این رو با خوردن ماهی چیزای فسفردار اینا جبران بکنم. بابا آفرین. بابا نفر بعد مهتاب جان بابا مهتاب راجب مهتابه بله مهتاب گرگرو و بسباسی بسباسی و گرگرو بچه ننه و لوس و بسباسی و ادعای شاعریش میشه و نونو رو خسیس و بد اخلاق و گرگرو است. نوشته این چیه؟ تو واسه چی اصلا اسم نداره پایین اون بی خود تومت میزنه؟ تو نوشتی دیگه؟ من میدونم تو نوشتی. تو خجالت نمیکشی؟ بابا روی انتقاد پذیری داشته باشیم همه برای چی این من چرا نوشته به من میبینیسه؟ هر نظر آزاد ولی بیمسئولیت بابا یاسمن گولا چه خبره؟ چه خبره؟ چیه؟ خفشو اینجا مثلا جلسه ججمنت کنونه مثلا انتقادات هم دیگره بپذیرین خونو خاله که نیسته اینجا روحیه انتقاد پذیری باید همه داشته باشیم و رأیامون رو بخونن بس باسی با حوصله سربر است فرهاد خان میخوام ببینم که رأی شما کدومه من؟ بله. من به جان خودت من فقط از تعریف کردم رأی من از تو صندوق برداشتن عوض کردم رأی من فقط گفتم دست گله من ممکنی که قورقورو باشم ولی وسواسی نیستم اصلا یه دونه بگین که من وسواسی ام یه نمونه بگین چرا گریه نمونهش که من بگم یه نمونه ببخشید معذرت خواهم من خودم دیدم نه اینکه کسی گفته باشه من دیدم مهتاب جون ظرفاشو دوبار آب میکشه خب که چی؟ دوبار آب نمیکشی؟ خب مگه شما ظرفاتون رو چند بار میشوری؟ یه بار میشوریم اون کسا نمیشوره یه بار میشوره من اصلا دیگه خونهتون هیچی نمیخورم اگه شما میگین من وسواسی نیستم من یه سوالی دارم شما اگه میرین این ورون ورها چرا این قشقاش چنگالتون با خودتون میبرین؟ نه مثل این میمونه که من بگم که چرا مواد ضد عفونی کننده دست تو همه جا با خودت میبری؟ خب قشقاش مگه شما قشقاش چنگالتون رو با خودتون این ورون ور نمیبری؟ نه ما یه دست ضد عفونی کننده دستمون رو با خودمون این ورون ور خب قش بخشید مهتاب خانم من یه عرض کوچیک خدمتتون داشته بودم شما بیرون تشریف ببرید برای خرید اینا مثلا این دست فروشا آلو خشک و لواشک و اونم تمر رو بگوان چی بگوان آلو له و شده بعد تخم کرم تشم اونا دارم اونا نمیخرید بخورید نخیر یعنی تو هیچ وقت بیرون مثلا چاقل بادوم نمیخرید درجا بخورید فرهاد نگو حالا بد میشه یعنی چی؟ یعنی نشوری؟ اصلا همه مزه چاقل بادوم بابا مزه چاقل بادوم همش به همون کثافت روز شد مهتاب آلو شربت قرمز دربن آلو برقی مهتاب تو لبو نمیخوری تو لبو جگر پخته آقا جو اگه وسواس اینه من وسواسیم شما راهن میری جغور بغور نمیخوری سب نشسته نمیخوری چه خبره؟ کیه آقا بس اجازه بده بابا مهتاب جان بابا این جلسه فقط برای اینه که ایرادات همه بفهمیم بابا با؟ اینا که انتقاد به تو میکنن یعنی این که تو رو دوست دارن بابا تو وسواسی هستی و باید خودتم درست کنی بابا اینا تو رو دوست دارن بابا اینجوری نیست که من نمیتونم نمیشه که نکنم نه به حال جلسه برای اینکه آدم عیابشو عیوبشو عیوبشو برطرف کنه نه قبوله قبول کردی خب حالا نوبت میرسه به شادی خانم
جا داره اینجا به خاطر رأی های مثبتی که من دادید پیشا پیش از همه تون تشکر کنم. بفرمایید. بله. رأی اول. غیبت کن. خیلی غیبت میکنه. غیبت کن و جیگو. نخو چی خور؟ غیبت میکنه و جر میزنه. من غیبت میکنم؟ بذار من همین اولی سوز اصلا براتون روشن کنم. همه شما در مورد غیبت اشتباه فکر کنید. غیبت یک جور اطلاع رسانیه و جزء خدمات عمومی به حساب میاد. حتی معادل انگلیسی داره که بهش میگن پابلیک سرویس. غیبت باعث میشه که افرادی که با هم در یک جزء زندگی میکنن وقتی در موردش غیبت میکنی، من غیبت میکنم. اصلا من قبول ندارم، من هیچ کاری نمیتونم در موردش بکنم. ببین شادی جان عزیزم، مهم اینه که تو میخوای و وقتی که خواستی میتونی این کارو انجام بدی. بله مهم اینه خواستنه. شادی خانم شما باید بتونی، یعنی بخوای که فعل خواستن رو صرف کنی که میکنه. خبر را دینی که مال فوتبال و گویی ور وزه. بابا جان، شادی جان، اشکال نداره، ما همه کمکت میکنیم، ما نمیذاریم تو از این بد غیبت کنی. بابا ناراحت نباش، ما همه کمک میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. من همینجا بهتون قول میدم که با کمک تک تک شما زودتر ترک کنم. به افتخار دست. شماره یک، تنبل و مسخره کن. شماره دو، تنبل و مسخره کن. سه، تنبل و مسخره کن. تنبل و مسخره کن. مسخره کن. من از نفر آخر تشکر میکنم. خیلی بهش بر بخورد. و سعی میکنم که نیاز این تنبلی بیمه مسخره کنم و کنار بذارم. متحول شو. متحول شو. آخه موبایلم ویبره. این ویبره شده با ویبره در بچه. خب من تشکر میکنم ازتون، سعی میکنم تو سال جدید حتما این و ایراداتم رو برطرف کنم. خواهش میکنم من رو تشویق بفرمایید. در این لحظه نوبت میرسه به این انسان کتکلا. یک، دروغگو و خودخواه. دو، دروغگو و پاچه‌خوار. سه، دروغگو و تنبل و هی توی دوربین نگاه کن. چهار، دروغگو و حقباز. پنج، دروغگو و خر. مرگ. ماما، نتیجه اخلاقی این آره اینه که فرهاد دروغگوی است. دروغ میگم. من قبول دارم که نه، یعنی به هر حال دروغگویی یک چیزیست که من قول میدم که دیگه دروغ نگم. بله، در این مورد بنده خودم شخصا نظارت میکنم که این فرهاد دیگه دروغ نگه. که نمیشه که من که من قبول میکنم. دست بزنی درات. حالا نوبت به این چکشم داوود. یک، ریاکار و سالوس و زنزلیل. دو، بی وجدان و پاچه‌خوار. سه، ایشان گل سرسبد همه شوهران دنیا هستند و یک مرد نمونه و فداکار و یک انسان بالا هستند و من مراتب تقدیر رو.
کاری از هم بند شما نوشتم اشالله هرچی درد بلا شما از بخواه تو سر این نکنه چشم دیدن بسه بابا چه خبره بسه چهار عشق هشتا بلاکوی از زیر کار در روی چلومبا. خب آدابو چلومبه که حرف بدی نیست. چلومبه با چلومبه دیگه فرق مکوله. ها این چلومبه یعنی چی؟ اینقدر زشت بید من روم نباید بگوام. من بگوام. ای وای پنج وسواسی و غرغری. این که مال من بود؟ ببخشی اینو من نوشتم بعد مال مهتاب نوشتم قاطی کردم انداختم. خب چی میخوای بنویسی بابا بیجاد؟ دغرو جان از قول من بنویس پس فطرت سالوس بی وجدان حقباز انتقاد پذیر باشه نظرشه آش... راست نگوه شما که همه تو من گفت نبیدید من آدم خوبی بینم دروغ من گفت نبیدید آقای داوید آقا ملاقب به چکش برنگی از جنبندی انتقادات چنین نتیجه میگیریم که شما انسان فوق العاده مزخرفی هستی بابا مرگ همچنین انسان رو باز انداخت کانون اصلاح و تربیت بله این کار با من نمیکنه من کمکشون میکنم خوب بشم من قول میدم به شما شما یه فرصت دیگه بدین به آداب بود من قول بدم در این سال جدیدی که میاد آدم به مراتب مثبت‌تر و درست‌تر نسبت به سال گذشته بشم بزنم خنده در و کنم ببین طغرل چی میگه خب بینندگان عزیز عرض کنم خدمت شما که این برنامه اونقدر بدآموزی داشته و اونقدر تاثیرات منفی روی جوانها گذاشته است که جبران کردنش واقعا کار سختی است ولی امسال وقت جبرانه از فردا ما قول میدهیم که این برنامه آموزنده ترین برنامه تلویزیونی باشه این انسان ها هم قول میدن که از فردا انسان های بهتری باشن که برنامه خوب باشه بای چسبی من نمیخواستی بری دست چی به تو اونجا